درود بر بینندگان عزیز مردم تیوی در سراسر دنیا. من پرویز مینی هستم، مطابق معمول روزهای چهارشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت واشنگتن به مدت یک ساعت در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه من از هوستون، شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس امریکا تقدیم شما عزیزان میکنم. جناب پارسا سوربی از روز سپاسگزارم که در اتاق فرمان در واشنگتن برنامه رو کارگردانی فنی میکنن و به منظر شما ها میفرستن. ببینید یکی بیرو درماسی به قول مرد فرزن اون چیزی که کشور ما رو و ملت ما رو آزار میده و به قهقرا میکشه این رژیم اسلامیه. رژیم اسلامی هم یک اصلهی دسته که اون اصله اسلام. من به شخص با اسلام هیچ دشمنی ندارم، همونطوری که با دیگر دین هم دشمنی ندارم، ولی با از اونجایی که به ملت هم دوست دارم، از اونجایی که خواهم کشورم رو دوست دارم، از اونجایی که ببینم اسلام باعث نابودی این کشور داره میشه، لذا با اسلام مخالفم. نه به خاطر چیز خصوصی، به خاطر اینکه ملت ما رو، ملت ایران رو داره به قهقرا میکشه، اینی که با اسلام مخالفه. خب من و شما چه جبهه ملی باشیم، چه مشروطه خواهی باشیم، چه نمیدونم توده‌ای باشیم، چریک فدایی باشیم، چه مجاهد باشیم، هر چی باشیم، بالاخره کشورمون دوست داریم، میخوایم کشورمون از دست این نظام آخوندی راهی پیدا کنه. برای که راهی پیدا کنه پس باید با اسلام بجنگیم. تعارف هم نداریم، این هم من و شما که قبول داریم این پیغمبر که اومدن غیر ممکنه که همه از طرف یه خدا اومده باشن، بلکه هر کدومشون برعکس اونی که حرف زدن. پس به نظر بیشتر میاد که اینا هیچ کدومش از جانب خدا نیستن، مطابقا که خدایی بخواد به ما یه چیزی بگه خودش مستقیما میتونه بگه. خدا نه دست پاچولفتیه، نه عقب مونده است، نه علیله، نه به قول امریکایی هندیکپه. خودش میتونه به من شما بگه. اگر آقای اوباما بخواد با ما حرف بزنه میگه آقا من فردا از طریق رادیو یا تلویزیون یا اینترنت با شما صحبت میکنم، خدا نمیتونه این کار بکنه. اصلا خدا ببینید اگر به آفریدگاری قبول داشته باشیم، به آفریدگاری که همه جهان رو خلق کرده به اون باور داشته باشیم، اون خودش توی فکر موجوداتش اون چیزی که میخواد جا میذاره، یعنی از پیش آماده میکنه. به همه خروسا از پیش گفته که قبل از طول آفتاب بگید خوقل خوقو، همشون میگن. هیچ پیغمبر خروسی نیومده که مثلا پیغمبر بگه من خروسم، من جانم خودم قاقلقم، یعنی خدا گفته که اون وقت قوقل قوقو کنه. خوب شد من زبان خروسی هم یاد گرفتم. خب به عنکبوتای دنیا گفته آقا اینجوری تار برکن بتنی، اینا نگفته که کلاس نذاشته که توی اون سلولای عصبیشون که عنکبوت ها مغز ندارن، ولی جفت جفت سلولای عصبی در جاهای بدنشون هست و به اون جفت سلولای عصبیشون این دستور رو پیش ساخته کرده. برای انسان به اون نوزاد گفته که تا به دنیا اومدی چشات هم وا نکردی، دهنت وا کن، دنبال سینه مادر بگرد که شیر بخوری. کی بهش یاد داده؟ اصلا به دنیا اومده اصلا کی بهش گفته که باید شیر بخوری؟ کی بهش گفته کجا باید شیر بخوری؟ یا مثلا فرض کنی که گله گاوا میرن، گاوای وحشی گله گاوا دارن تو بیابون میرن، یه گاوی بچه میذار، گله که وای نیسته که این بچه شیر بده، این گاوه تا بچه میذار یه چند لحظه صبر میکنه، بچه هم چند لحظه صبر میکنه، یه خود تکون میده بچه، گاهی مادره لیسش میدنه، مادره را میفته با گله بره، بچه را میفته دنبال مادره. خب از کجا باید بدونه که باید دنبال مادره را بیفته؟ پس این یک چیزی باید مثلا باشه تو ذهنش کار گذاشته باشن. بله خب به این ترتیب ببینیم که هلو اوکی ام بیزی این تی وی شو، لیت می کال یو بک. اوکی بای. نمید کسی هم بود. بله پس بنابراین یک اون وقتی که بچه بوفالو را میفته دنبال مادرش و
میدونه که باید دنبال مادرش بره و از مادرش شیر بگیره، اینه بهش کی یاد داده؟ توی ذهنش گذاشتن، حالا یا مادر طبیعت گذاشته یا نمیدونم آفریدگار جهان گذاشته یا هر چیز. به زنبوره اصلا گفتن آقا لونه هاتون همه رو شیش کوش درست کنید، توش از فر پر کنید، درش هم ببندید. خب این رو کسی که کلاس نداشت یاد بده که. پس بنابراین اگه ما برای قرار بود مثلا شراب نخوریم، اصلا آب انگور میریختیم تو بطری هرچند پاش میشیدیم شراب نمیشد، چون که ما که شرابش نمی کنیم که، خود به خود شراب میشه. چرا خود به خود شراب میشه؟ چونش توش مخمرهایی هست. مخمر یعنی تخمیر کننده. ببینید یه سری موجودات حواسی هستن، با اکسیژن زندگی میکنن، یک سری موجودات بی حواسی هستن، یعنی از انرژیشون از اکسیژن نمیگیرن، بی حواسی هستن، یعنی انرژیشون از یه چیز دیگه میگیرن. مثلا فرض کنید که قارچ ها موجودات بی حواسی هستن. قارچ ها رنگ کلروفیل ندارن، گیاهانی که کلروفیل دارن، این کلروفیل انرژی خورشید رو میگیره و با اون انرژی گیاه کار میکنه، قند درست میکنه بالا. ولی اونایی که سبزی ندارن مثل قارچ ها باید حتما روی یک چیز آماده بشینن. قارچ روی تخت سنگ نمیتونه رشد کنه، توی خاک هم نمیتونه رشد کنه، باید روی یک مواد غذایی رشد کنه. اون مواد غذایی مثلا وقتی شما به باختتون به اندازه کافی کود میدی، اون قارچ از توش در میاد، چون پر از مواد غذایی اون تو، ولی زیاد قارچ میاد بیرون. اما اگه کود ندید، خاکش خوب نباشه، هیچ وقت قارچ نمیاد بیرون. مخمرها یه همچین موجوداتی هستن. مخمری که الکل رو درست میکنه، این قند رو میگیره، انرژی قند رو از قند انرژی میگیره، وقتی انرژی میگیره اون وقت الکل تولید میکنه و گاز کربونیک. گاز کربونیک میاد بیرون، الکل اون آب رو یواش یواش شرابش میکنه. خب ما که این مخمر درست نکنیم، ما ازم بلد نیستیم، دانشمون نمیرسه که چجور رو درست کنیم، که اون یه نفر درست کرده. اگر بگیم اون یه نفر آفریدگاره، پس اگه بنابراین ما شراب نخوریم، پس بنابراین اون مخمر رو درست نمیکرد و شراب رو درست نمیکرد. نمیشه که این حرفا مسخره است که بگیم آقا سیب رو گذاشتیم رو درخت، آدم هوا گرسنه‌تون هم هست، اینم خیلی خوشمزه است ولی نخورید، شراب رو درست کردیم خیلی هم خوبه ولی نخورید. خب اگه بنابراین درست نمیکردن، چرا درست کردن که ما نخوریم؟ حالا پس بنابراین یعنی به احتمال 99.99% پیغمبر از جانب خدا نیامده. خب حالا اگر ما ببینیم، ما میخوایم به افراد ایرانی، ببینید من و شما که با هم حرف زدنه که وایده نداره، که من و شما باید یه تیم بشین به دیگر مردم، به اونایی که باورهای اسلامی دارن و اونایی که با این باور اسلامیشون اسیر دست و رژیم اسلامی در راه غلط کام برمیدارن، و یا اونایی که با این باور اسلامی تروریستن، آدم کشی میکنن، باید بگیم آقا باورتون غلطه. خب اگه بریم مثلا فرض کنیم که به یک دونه، مثلا فرض کنیم که شوهر خالمون یا من پسر عممون یا مثلا زن داییمون که خیلی مؤمن مقدس و نماز میگیره و روزه میگیره و قرآن میخونه و فلان میکنه، بگیم آقا همه این حرفایی که تو میزنی مزخرفه، این بیشتر تشویق میشه بره اونها رو بخونه و تو دلش میگه این آدم مثلا پرویز میگه چقدر عقلش کمه، یعنی اثر منفی میکنه. یعنی اگر اینا مثلا فرض کنیم که امام رضا رو میرن میپرستن، ما میگیم آقا امام رضا عقلش نمیرسید، خودش نمیفهمه که این انگور رو بهش دادن مسمومه، و تازه میگن انگور هم نخورده، میگن آب انگور خورده، تا نه شراب خورده، اینقدر خورده تا مرده. از این نارو بگیم اون یه کفره و بدتر با ما مخالف میشه. ضمناً ببینیم از تکرارم هیچ وقت ناراحت نباشید. خود اون فامیل مسلمان شما، اون خودش روز 17 بار تکرار میکنه الحمدلله رو، سوره الحمد و قل هو الله احد رو روز 17 بار تکرار میکنه، و در هر 17 بار که تکرار میکنه دروغ میگه. ببینید شما بهش بگید خانم عزیز، آقای عزیز، این که میشه معنی کنی این آیه الحمد رو برای من معنی کنی؟ خب اگر معنیش اون بلد نیست شما براش بگید دیگه.
بگه شما هر جا هر دفعه که میرسید به اینجا میگید یا که نبود و یا که نستن. این اینش اتانا میگه که به درستی که تو را عبادت میکنم و به درستی که از تو یاری میخواهم. نه عبودو، نه یعنی من، عبودو یعنی عبادت، او اون آخرش یعنی تو، به تو، یعنی من به تو عبادت میکنم. نستعین همونجور باز همونجور که نون علامت منه، اینجا هم نستعین یعنی من استعانت میخواهم، یعنی یاری میخواهم از تو. پس من به تو عبادت میکنم و تو یاری میخواهم. خب بیشه پچه هر لحظه میگی یا زهرا یا قبر بنی هاشم یا نمیدونم امام حسین، پس تو از خدا یاری نمیخوای. پس این که میگی از خدا یاری میخوام، این اشکال داره، کاره درست نیست. اون که از خدا یاری نمیخوای، تو به خدا میگی من از تو یاری میخوام، ولی واقعیت این نیست. تو از حضرت عباس و امام حسن و امام حسین و خبر بنی هاشم نمیدونم زامن آهو اونم از همه اینا میخوای، ولی از خود خدا نمیخوای، یاری نمیخوای. و بعدم تو به خدا هم عبادت نمیکنی. تو وقتی میری مثلا امامزاده فلان یا مثلا امام رضا یا مثلا شاه عبدالعظیم یا مثلا قبر نمیدونم امام حسین یا آقای علی، اینا که میگیری هی اونجا گریه میکنی، اوه خدا ای عزت علی، ای من نجات بده، ای بچه مریضه، ای امام رضا بچه و جواب، تو از خدا یاری نمیخوای، تو دروغ میگی از خدا یاری میخوام. خب طرف یه دم فکر میکنه دیگه، بالاخره یه ذره فکر میکنه ببینید چی راست میگه دروغ میگه چجوریه. بعد در همین لحظه گفتم ها شما فکر میکنید که وقتی ابوبکر نماز میخون گفت اشهد ان علی ولی الله، طرف ممکنه خیلی مسلمان دادشه یه شیعه باشه بگه آتن ابوبکر چرا میگه اون قاصد بود، چرا اون مثال میدنید، چرا میگه خب عمر چطور، میگه عمر هم قاصد بود، میگه عثمان چطور، میگه عثمان هم که قاصد بود، که میگه خود آقای علی وقتی نماز میخون میگفت اشهد ان علی ولی الله، یعنی من شهادت میدم که علی یعنی من بزرگتر خدام، ولی خدام. طرف مجبوری یه ذره فکر کنه، مسلمن علی نمیگه من بزرگتر خودم، این حرف از حرف علی نیست، اما برمیگره یه جور دیگه میگه ولی به معنی بزرگتر نیست، ولی به معنی دوسته. میگه آقا پس ولی فقیه هم چی؟ یعنی فقیه که دوست ماست یا فقیه که بالاستر ما به ما دستور میده؟ ولی فقیه یعنی فقیهی که با ما رفیقه میشیم چای میخوریم با هم، یا فقیهی که ولیه و به ما دستور میده چه دستور داده ما باید اطاعت کنیم. بهش میگیم وقتی که بچه بودیم میرفتیم منسه یک کار رو بعد میکردیم به ما گفتن برو ولی تو بیار، یعنی برو دوست تو بیار، تو برو بزرگتر تو بیار. بعد تو در افتاره فکر میکنه میگیم حالا پیغمبر نماز میخون چی؟ پیغمبرم نماز میخون گفت اشهد ان علی ولی الله، یعنی من شهادت میدم علی بزرگتر خداست. خب طرف یه مقدار میره تو فکر دیگه اینا رو که با خودش حلاجی میکنه دیگه. بعد حالا دیگه بس دیگه نظر شما داره، اگه میبینید که آماده داره میشه که به حرفای شما رو گوش بده، خب میدید ادامه میدید، میگید آقا بریم قرآن سوره ابراهیم آیه 4 بخونیم، بخونیم معنی کنیم. قرآن معنی دار تو همه خونه ها هست و قرآن های قدیمی هم هست که عربی نوشته زیرش و معنیش و فارسی نوشته، تو اونا هم فرق نمی کنه. درسته که با وجود جملاتش نیست، لغت به لغت معنی کرده جملهش درست سلیس نیست، ولی این چیزای واضح و روشن رو قشنگ میشه از توش فهمید. سوره ابراهیم آیه 4، این به من میگم سوره ابراهیم آیه 4 تکرار میکنم، از این تکرار من هیچ دلخور نشید و شما هم برای دیگران تکرار کنید و هیچ از خودتون شرمنده نباشید که دارید تکرار میکنید. مگر چند دفعه در روز مؤمنین میگن بسم الله الرحمن الرحیم؟ همش تکرار میکنن دیگه، شما باید تکرار کنید. خب پس میریم سر سوره ابراهیم آیه 4. آیه 4 در واقع میشه گفت سه قسمتی که اصلا سه قسمتی هیچ با هم دیگه مربوط نیست. قسمت آخر میگه
خدا هم به همه چیز آگاه است. خب خدا به همه چیز آگاه است. خب آگاه دیگه چند دفعه میگی تو قرآن؟ صد دفعه میگی خدا به همه چیز آگاه است. خب قسمت اول و دوم سوره آیه 4 چی میگه؟ قسمت اول میگه که من، یعنی آقای محمد از قول خدا میگه که من برای هیچ قومی پیغمبری نفرستادم مگر از مردم همون قوم که به زبان همون قوم صحبت کن. پس بنابراین اگر خدا میخواد برای ما ایرانی ها یک پیغمبری بفرسته، یک پیغمبری میفرستاد که از ایرانی باشه و به زبان فارسی هم حرف بزنه. پس بنابراین آقای محمد که عربه و به زبان عربی حرف میزنه، بر طبق این آیه 4 سوره ابراهیم پیغمبر عرب هاست. عرب وقتی پیغمبر محمد ادعای پیغمبری کرد، عربا کجا، کیا عرب بودن؟ عربا مردم مدینه و مدینه که نبود، یثرب بود و مقایسش، یثرب و مکه و حجاز و نجد و یمن. یمنی ها که آدم های کمی متمدن‌تر و کشاورزی اینا داشتن، با اون عرب های شمالی با هم فرق داشتن. اینا رو میگفتن قحطانیان، اونا رو میگفتن، اونا یه لغت دیگه داشتن برای و با هم خوب نبودن، همیشه با هم بد بودن. چونکه این عرب های جزیرالعرب عرب عمدتا قبیله‌ای بودن و کارشون غارت کردن بود. یعنی این قبیله اون قبیله رو غارت میکرد، میکشت مردمشو، میکشتن و دخترشو میگرفت. اون قبیله اون یکی رو گاهی وقتا 3-4 قبیله با هم جمع میشدن، میرفتن یه قبیله بزرگتر رو غارت میکردن. اما اون عربای یمن با اینا قاطی نبودن، چون اونجا کشاورزی و اینا بود. ولی در عربستان اصلا مردم کار کردن رو بلد نبودن، یعنی بلد نبودن از طبیعت رو به خدمت بگیرن و قضا و زندگی اینا داشته باشن، ولی لذا تنها کارشون همون شتورچرانی و اینجور باز شتورها شیر و گوشت شطور و پشمش و اینا زندگی میکردن، زندگیشون رو میچرخوندن همونطور گفتن و غارت میکردن. پس بنابراین نه مصر عرب بود، نه سوریه، نه لبنان، نه عراق، نه نمیدونم الجزایر، نه لیبی، اینا هیچ کدوم عرب نبودن. همه اینا الان زبانشون به عربی برگشته، ولی اون موقع عرب نبودن. پس آقای محمد پیغمبر اینا نبود، چون اون زمانی که محمد اومد اینا عرب نبودن. بعد گفتم سوره ابراهیم آیه 4 تو قسمت داره، یه قسمتش اینه میگه، یه قسمت بعدیش هم میگه، یعنی 3 قسمت در واقع داره. یه قسمتش که این که میگه خود عالم و دانمه است، کار اون رو برش کن. دو قسمت داره، دو قسمتش که یکی میگه خدا برای هیچ قومی پیغمبری نفرستاد مگر از خود اون قوم به زبان آن خوب، و بعدم قسمت بعدیش میگه که خدا هر کی بخواهد به راه را صدایت میکنند، هر کی را نخواهد به راه را صدایت نمیکنند. خب خانم مسلمان، آقای مسلمان، اولا که اینجا میگه که این اسلام برای عرب هاست، در ثانی میگه هر کی بخواهد صدایت میکنند، هر کی بخواهد صدایت نمیکنند. پس ما بی خودی چرا زحمت میکشیم؟ چون اگه قرار ما هدایت نشیم، ما هرچی هم زحمت بکشیم هدایت نمیشیم. اگه یه سر آثار تردید اما با علاقه اینی قیافش هم رفت داره فوش میده، میخواد از شهر شما خلاص بشه، خب بل کنیم بگید حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. اما اگه دید نه علاقه من دو کنجکاو داره همینطور فکر میکنه که چی بگه، شما برید ضربه بعدی رو بزنید، بگید خانم جون، آقا جون، شما روزی 17 بار 17 رکعت که میدونید 2 رکعت نماز صبح، 4 رکعت نماز ظهر، 4 رکعت نماز عصر، 3 رکعت نماز مغرب و دوباره 4 رکعت نماز عشاء. پس 3 تا 4 رکعتی 12 تاست، 1 3 رکعتی میشه 15 تا، 1 2 رکعتی صبح میشه روش میذاری میشه 17 تا. 17 رکعت که 5 بار باید خونده بشه. ما شیعه کلک میذاریم 3 بار میخونیم، یعنی ظهر و عصر رو به هم میچسبونیم، مغرب و عشا رو به هم میچسبونیم، ولی در واقع باید 5 بار خونده بشه و در جمع 17 رکعت. در هر رکعتی ما میگیم
اولا که این الحمدلله کی با کی، اگه قرآن از جانب خداست پس چرا میگیم ما الحمدلله رب العالمین؟ پس ما این داریم میگیم شکر میکنیم به خدایی که دو تا عالم رو خلق کرده. خدا که با خودش نمیگه که من با خودم شکر میکنم که من عالم ها رو خلق کردم، که این ما این به اون میگیم که آدم ها رو خلق کردیم. پس این حرف از جانب خدا نیست، از جانب ماست. یعنی محمد از قول ما داره میگه، میگه که به ما یاد میده که ما اینجوری به خدا بگیم. پس حرف خدا نیست. پس اینکه محمد دیگه جبرئیل اومد اینا رو گفت درست نیست. ما در اولش بگیم که الحمدلله رب العالمین، یعنی ما به خداوند دو عالم به اصطلاح شکر میکنیم. بعد یه کمی میریم میگیم که اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ببینیم یعنی چی؟ یعنی ما را به راه اونهایی که بهشون نعمت دادیم ما را به اون راه هدایت کن. توجه کنید، ما نمیگیم به راه خوبان هدایت کن، نمیگیم به راه درستکاران هدایت کن، نمیگیم به راه عبادت کنندگان عبادت فرزند کن، نمیگیم به راه آدمای خیر بفرست. ما میگیم به راهی بفرست، به اونایی به راهی بفرست که تو با اونا نعمت دادی، به راهی نفرست که به اونایی که غضب کردی. یعنی اونایی که غضب کردن هیچ، نمیگیم بدکاران، به راه بدکاران نفرست، نه به نام مثلا بی سوادان نکن نفرست، نه به نام اونایی که عبادت نمی کنن. بگیم ما را به راه اونایی که بهشون نعمت دادی بفرست و به راه اونایی که غضب کردی نفرست. یعنی چی؟ یعنی ما به خدا میگیم خدا تو دو راه بلدی، یکی اونایی که دوست داری بهشون رو نشون میدی، یکی اونایی که ازشون بدت میاد. این آقا خلخالی میشه میرفت توی زندان چشنی، این اعدام کن، این اعدام کنیم. ما یک دوستی داشتیم، بعدا دوست شد مرده همسایه بود، به علت همسایگی آشنا بودیم. بعدا تعریفی که من تو زندان بودم، هر وقت خلخالی میامد من یک کتاب دعا داشتم شروع میکنم خوندن که چشم تو چشم این نیفته. چش تو چشم میفتاد که دادم گفت بکشیدش، با یک دلیلی هم نداشت بکشیدش. حالا این خلخالی ها اصلا آیه ها لابد یاد کرده دیگه، یه سری انعمت علیه من، یه سری مغضوب علیه من، و به راه اونایی که مغضوب علیه هم بفرد. برحال ببینید خانم آقای، من بازم در این مورد دفعه بعد صحبت میکنم. ببینید رژیم اسلامی با اسلام داره پدر ما رو در میاره. هرچی اینا میخوان بگن میگن خدا گفته، خدا گفته، محمد گفته، قرآن گفته، اسلام گفته. و ما باید بگیم آقا اصلا اسلام یه چیزی به خودیه. اینه باید یواش یواش بگیم و تکرار کنیم. یعنی ببینید شما وظیفه دارید، اگه یعنی تو دوست دارید مردمان رو دوست دارید و میخواید اونا رو نجات بدید، وظیفه دارید که این کار بکنید دیگه، برچه که خودتون صلاح میدارید با اون افراد به اصطلاح متأثر فامیلتون بگید. ببینید یک راهش اینه که برشون مجله بیداری رو بفرستید. مجله بیداری مجله است که تمام مقالاتش در اسمش بیداری دیگه، در جهت اینه که مردم رو از اعتقادات غلط بیدار کنه. این مجله بیداری رو میتونید از طریق اینترنت ایمیل کنید برای همه دوستانتون در ایران. میتونید یه ایمیلی درست کنید که مثلا فرض کنید که اسمتون هم توش نباشه و از طریق اون ایمیل ناشناس برای همه بفرستید، که مثلا فرض کنید که مثلا مثال بزنم، شما اگه برای برادرتون تو ایران بفرستید ممکنه بگن آو برادرت اینه برای تو فرستاده، این چه جلیل داره، تو فلان داره، فلان. اما اگه بگید آه این کسی که برای من این فرستاده من نمیشناسم، مثلا نوشه سین میم جیم، مثلا نوشه سین میم چین جیم که، اما وقتی ایمیل میشه برای شما که نمیتونم بفهمن. حالا فرض کنیم اومدن و فهمیدن، گفتن این ایمیل برای تو برای چی اومده؟
چون که من چه میدونم برای من ایمیل بده دیگه، من که نگفتم برای من بفرستید که خودتون بذارم. ببینید مجله بیداری رو بخواید بگیرید خیلی راحته، شما به این شماره که من میگم زنگ بزنید به آقای سیاوش لشکری، این شماره که میگم هم فکس هم تلفنه. این اگه دادید مثلا صدای فکس اومد دوباره بزنید تلفن میشه پیغام بدهید، بگید آقا من تلفنم اینه لطف کنید به من زنگ بزنید. یا اگرم اینقدر تکرار کنید که با خودتون صحبت کنید، وقتی صحبت کردید بگید آقا من لطف کنید برای من چند تا مجله بیداری بفرستید. ببینید مجله میفرستم، البته مجله با زحمات مالی خاصی بسیار دشوار چاپ میشه، خیلی زحمت میشه. من تو مجله مقاله می‌نویسم، در این حال که مقاله می‌نویسم من خودم کمک میکنم به مجله، چون که آقای سیاوش لشکری آگهی که نداره که، از جایی که پولی بهش نمیرسه که. پس بنابراین کمک های مردمه که سبب میشه اون مجله بتونه روی پای خودش بیسته، و مردم چون دیر به دیر کمک میکنن یادشون میره کمک کنن. اینی که مثلا این مجله به جای که هر دو هفته یه دفعه چاپ بشه گاهی وقتا سه هفته یه دفعه چاپ میشه، گاهی وقتا ماه یه دفعه چاپ میشه، برای که پول کافی نمیرسه. این مجله نویسندگانش که پول نمیگیرن چی اغلب کمک میکنن. اون خود آقای سیاوش لشکری مینویسه که خانم آقای مسلمی هستن که چاپ تایپ میکنن مجله، اونا پولی نمیخوان، ولی پول چاپ، ولی پول کاغذ و مهمتر از همه پول پست که هست که، پس باید یه پولی باشه. ولی آقای سیاوش لشکری برای یه نفر که جدید تر به اصلا بگه لطفا برای من بفرستید میفرسته، یکی دو تا سه تا شماره مجانی میفرسته، اون طرف معمولا خوشش میاد و کمک میکنه. حالا شما اینی که مجانی گرفتید میتونید اینو ایمیل کنید برای همه دوستانتون تو ایران، این راحت ترین راهه که اون طرف بخونه ببینه این تو چیه. گفتم من در این زمینه باز دفعه بعد با هم بیشتر صحبت. ببینید برنامه من روالش اینطوری که من از روزنامه ها، مجله ها، کتاب ها مطلب میخونم، مطالب جالب رو در میارم، یه چند خط رو میخونم برای شما، و چون خودم کل مطلب رو خوندم با هم صحبت میکنیم، و شما هم اگر وقت دوست داشته باشید زنگ میزنید یا تو این تلفنی که اون زیر خط هست 281-835-3063، یه بار دیگه میگم 281-835-3063، به این تلفن زنگ میزنید یا رو خط زنده با من میزنید، یا اینکه پیغام میتونید، من حتما پیغامتون رو اگر برای پخش باشه پخش میکنم، اگه برای گوش دادن رو جواب دادن باشه گوش میدم و جواب میدم. خب یک آقایی هستن توی مجله ایرانیان، یک قسمت آقای رجب‌زاده هستن، یه طنزهای گیلمرد می‌نویسن، طنز گیلمرد نوشته که میگه که یه دوست هندی دارم، این دوست هندیم گاهی میاد پلو من، با هم صحبت میکنیم، اینا میگه که آقای راج آمده بود دیدن ما. آقای راج سال هاست از هند آمده است امریکا و اینجا کشاورزی میکند، بادام و گردو تولید میکند. از من پرسید از ایران چه خبر؟ بگیم والا خبر چندانی ندارم، میدانی که ما از دور دستی بر آتش داریم، اما این را میدانم که اوضاع هشل هفت قمر در عقربی است. پوزخندی میزند و میگوید ما هندی ها خوب از شما انتقام گرفتیم. ها باید میگویم هندی ها چه انتقامی؟ چرا؟ میگه شما نادرشاه را به هند فرستادید تا از کشته ها پشته بسازد، ما هم خمینی را برایتان فرستادیم، این به آن در دیدن. راست میگوید این آقای راج کشاورز تخمهران، حالات این آقای رجب‌زاده نشته این را قطار بند این هم به کار بود. ببینید البته نادرشاه رفت به هند، پادشاه هنده دوباره گفته پادشاه باش. شما وقتی لشکر از اینجا ببرید به هند جنگ میکنی، در جنگ اون کشور رو
شکست میدید خب یه سری کشته میشن دیگه. بعد وقتی که نادرشاه وارد شهر شد و دیگه مثلا در حال مذاکره بود، یه سری حمله کردن با قوای نادرشاه، شبیخون دادن، این ناگهانی حمله کردن. خب نادرشاه نمیتونه که به سربازاش بگه آقا حمله کردم به شما، شما هیچ کار نکنید، بذارید کلتون رو ببرم. خب طبیعی دستور میده که بزنید چون دیگه. ولی یه مقداری باز یه مقداری هندی ها کشیدن، بعد گفت پس دیگه. بعد رفت به پادشاه هند گفت آقا خودت دوباره پادشاه باش. البته پادشاه هند محمد شاه بود اسمش، خودش مغول بود و این دوتا الماس خیلی بزرگ بود، کوه نور و دریای نور، که این دوتا الماس رو هرچی نادرشاه خزانه اون طرف رو گشت دید این الماس ها رو پیدا نمیکنه. از این منوار پرسید از اون کارکنان اونجا، هندی ها بالاخره با تطمیع و تهدید و فلان فهمید، گفتن آقا این الماس رو این محمد شاه بوده، چون تو سرش یه مثلا امامه که به سرش بسته اونو اون توه. نادرشاه آمد جلو مردم هند جمع کرد، بزرگان هند رو، ببین من از این کشور میرم، این پادشاه همین محمد شاه پادشاه شماست. بزرگان گفت مثل که خب نفهمیدیم، منظورم اینه که هرچی این میگه یعنی نادر گفته، هرچی این میگه یعنی من گفتم، باید گوش بدید. بازر نگاه نکنه که گفت مثل که خوب نفهمیدیم، اصلا بذار کلاه یارو گذاشت سر خودش، کلاه خودش گذاشت کله یارو، گفت ببین کلاه نادر گذاشت کله این، یعنی هرچی این میگه شما گوش بدید. در فارسی زبان مثلا داریم میگیم کلاه یارو رو برداشتن یعنی سرش کلاه گذاشتن، بهش میگیم سرش کلاه گذاشتن یعنی بازم فریبش شدن، چه کلاهش رو برداشتن یعنی فریبش دادن، چه کلاه سرش گذاشتن بازم یعنی فریبش دادن. این اشاره به این عمل نادرشاه با اون محمد شاه که از یه طرف که کلاهش رو برداشت یعنی فریبش داد، از یه طرف این کلاه سرش گذاشت اونم باز یعنی فریبش داد. البته فریبش نداد ولی خب دیگه در مثل اینجوری شد دیگه. برای نادر در هندوستان از کشته ها پشته ها نساخت، ولی آقای خمینی اومد هزار هزار آدم کشت. وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران میگوید برخی نمایندگان رهبری به طور کلی با موسیقی مخالفند. این هم اینجا ملاحظه میکنه عکس آقای وزیر ارشاد و تیتر مقاله که اینجا ملاحظه میکنه، مجلن که همونطور که بالاش میبینید نوشته ایرانی هم. من یه تیکش علامت گذاشتم براتون میخونم بعد با هم صحبت میکنم. علی جنتی در مصاحبه با ویژه‌نامه روزنامه ایران چاپ تهران به مناسبت سومین سال کار دولت حسن روحانی گفت که امامان جمعه عموما با برگزاری کنسرت ها همراهی میکنن. یعنی گفت که امامان جمعه عموماً با برگزاری کنسرت ها همراهی میکنن. به گفته علی جنتی در موارد خاصی بعضی از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در استان ها دیدگاه های شخصی خود را اعمال میکنن و برای جلوگیری از اجرای کنسرت ها به قوه قضاییه فشار میآورند. پس خوب توجه کردید، میگه اغلب امامای جمعه هم راهی میکنن، ولی بعضی وقتا اون رهبرانی که نمایندگان خامنه ای هستن، این نمایندگان خامنه ای نظرات خودشون رو دخالت میدن، یعنی از نظر کلی وزیر ارشاد و رهبر استفاده نمیکنن. بقیهش میگه که و اضافه کرد آقایان اجتهاد خود را ملاک قرار میدن و توجه به نظرات رهبری نمیکنن و به طور کلی با موسیقی مخالفند. ما که نمیتوانیم
زیر بار این حرف برویم. پس اینا یه سری آدم، حالا چرا این حرف ها ازم مطرح شد؟ برای که چند تا کنسرت کنسل شد، کنسرت آقای کلهور در نیشابور کنسل شد، یه کنسرت دیگه هم کنسرت آقای ناظری هم در این نیشابور کنسل شد. یعنی معلومه که اون افراد آخوندهایی که تو نیشابور هستن اونا اصلا حرف رهبری و وزارت ارشاد کار ندارن. آقا این رئیس جمهور، رئیس جمهوری است که رهبر اونا تایید کرده، اون وزیر ارشادش هم وزیر ارشادش که به طور غیر مستقیم مورد تایید رهبره. و اون وقتی اجازه کنسرتی میده دیگه شما چیکاره میگید؟ نه ما فهمیدیم که درست نیست، خود ما بیخود فهمیدیم. میدونید مملکت قریبی شده، هر کس از خودش هر سازی میزنه و اون عمل میکنه. مثلا یه سال پیش بود فکر میکنم آقای رهبر امام جمعه اصفهان مرتکه احمق برگاش گفت در قدیم که محتسب بود، محتسب شلاق هم داشت، امرون معروف نهی از منکر میکرد شلاق هم داشت. خب این حرف این دیوانه رو گفت، یه سری رفتن برایشن ظرف عصیب برایشن گفتن شلاق اینه دیگه، هر خانومی یه ذره موهاش عقبه عصیب میبچین تو صورتش. در حالی که این آقای رهبر ضد اسلام رفتار کرد. حالا چرا؟ ببینید شما اگه به رساله های همه علمای مشهور، مثلا آقای بروجردی، آقای شریعت مداری، آقای خمینی، اینا رو رساله های اینا رو بخونید، در مورد امر معروف نهی از منکر همیشه میگن نهی از منکر هیچ نباید طرفو بزنیم، فقط باید حرف بزنیم. اگه بخوایم به طرف دست بزنیم باید از یک مرجع تقلید و حکم داشته باشیم. درست؟ اگه حکم داشته باشی که طرف رو کتک بزنی نباید نقص عضو بشه، نباید اتفاق بیفته که بمونه جاش. آقای رهبر نادان، منظورم امام جمعه اصفهانه، آقای امام جمعه نادان اصفهان، تو که میگی متشرف شلاق دست بگیره خواه اینو میرن اسید میباشن، این اسید صورتی داره رو بر همیشه ناقص میکنه، چه کور میکنه. تو چرا خودتو معرفی نمیکنه به دربون جهنم؟ برو بگو من جهنمی هم، من یه حرفی زدم نسنجیده و از حرف من چندین دختر جوان و زیبا زشت شدن و بعد تا کور شدن. خوب این آقای این عکس رو یاد میاد این آقا اسمش لورر بود، این آقا اسمش هاردی بود، فیلم های لورر هاردی ما بچه بودیم، فیلم های کومیدی این دوتا بازیکن بسیار مشهور بود، با اون چاقی و با اون لاغری و با اون کارهای دستان چلفتی که میکردن، اون مثلا این یه کار غلط میکرد، اون گفت تو بلد نیستی باید اینجوری بکنی، اون خودش از این غلطتر میکرد، باز این گفت تو که بدتر کردی، بدون من یاد دادم، باز میرفت از اونم خرابتر میکرد. اینا برحال این آقای هاردی که مدت ها پیش مرده، این لورر تازگی ها مرده، تازگی هم نهاز میگن چه سالی مرده، گم شد هاردی در سال 1957 و در 65 سالگی مرد، اون چاقه. لورر را تنها گذاشت. پس از رفتن هاردی لورر، حالا لورر هم بعد چند سال به هر حال مرد دیگه. وقتی لورر مرد در 1965 و در 74 سالگی، این لاغره در 74 سالگی مرد، و وقتی رفتن را وصیت‌نامه‌اش باز کردن، اول وصیت‌نامه‌اش نوشته که هر کی در مرگ من گریه کنه دیگه هیچ وقت باش حرف نمیزنم.
وصیت نامش هم خنده دار بود. هر کی در مرگ من گریه کنه میگه هیچ وقت باهاش حرف نمیزنم. چه آدم شادی بوده، یعنی وصیت نامش هم خنده داری نوشته. اینم از مجله ایرانی ها بود. حالا که این جلسی نمید، جلسی ما یه زنگ تفریق کوچیکم داشته باشیم، بعد بریم اون بقیه مطلب. گفت مردی به همسرش روزی من بمیرم چگونه خواهی زیست؟ گفت از چند و چون آن بگذر، تو بمیری برای من کافیست. چقدر مهربونی بود با هم. فال حافظ میگیری توش از زلف یار و معشوق و جام و باده شراب گفته. بعد تو تفسیرش نوشته که در خواندن نماز کاهلی نکن. نوشته که بیارو میگن نماز میخونی؟ میگه نه عادت ندارم. میگن روزه میگیری؟ میگه نه طاقت ندارم. میگن زن صیغه میکنی؟ میگه آره بابا اونقدر هم کافر نیستیم. فرهنگ لغات زنان آری یعنی نه، نه یعنی آره. ما باید با هم حرف بزنیم یعنی بشین فقط گوش کن. هر کار دوست داری بکن، یعنی بکن، ولی بعد دهنه سرویسه. چقدر من دوست داری یعنی یه گندی زدن میخوام بهت بگم. دو دقیقه دیگه حاضر میشم یعنی دو ساعت علافی. خب دیگه اینم زنگ تفریح امروزون بود. و آقای محمد سعید حبشی در مجله تهران مقاله می نویسن. در یکی از مقالاتشون نوشتن که در کنار دیکتاتوری خود منظور آقای فیدل کاسترو است. در کنار دیکتاتوری خود با برخی از نویسندگان روابط خوبی داشت. یکی از این نویسندگان گابریل گارسیا مارکز بود که به خاطر دوستیش با فیدل کاسترو همواره زیر سوال قرار میگرفت. یعنی مردم بهش میگفتن تو چرا با این فیدل کاسترو که مرد دیکتاتوریه دوست هستی؟ و من او معمولا سکوت میکرد، یعنی گابریل مارکز سکوت میکرد، جواب نمیداد. اما یک بار در مقاله نوشت من هر بار که با فیدل کاسترو روبرو میشوم از او میپرسم چه آرزویی دارد، او فورا پاسخ میدهد کنار بکشم و یه گوشه بنشینم. وقتی اون که گابریل گارسیا مارکز نویسنده معروف کولومبیایی چهره در نقاب خاک کشیده و فیدل کاسترو هم خود را از رهبری کنار کشیده، باز هم هر دو در امان نیستند و این شاعر کوبایی هر دو را به زیر سوال کشیده است. آرماندو بایدارس، آرماندو بایدارس شاعر کوبایی که نویسنده فضای تازه کوبا نفرین نامش رو یک کتابی دادن به نام نفرین نامه منتشر کرد. خب رو من بودم یه جایی. این شاعر زمانی که 23 ساله بود به جرم نافرمانی از فیدل کاسترو بدون محاکمه به 30 سال زندان محکوم شد. ببینید وقتی 23 سالش بود به جرم نافرمانی از دستورات کاسترو بدون محاکمه به 30 سال زندان محکوم شد. 8 سال در سلول انفرادی بود.
و 8000 روز از زندگی خود را با شکنجه، کار اجباری، تنهایی و گرسنگی گذراند. او در شرایطی که به خاطر اعتصاب غذا و تغذیه نامناسب به فلج عضلات و التهاب اعصاب مبتلا شده بود، به دستور بازجویان مجبور بود مدفوع دیگران رو بخورد. اینم از آقای فیدل کاسترو. البته همین آقای محمد سعید دروشی یک عکسی هم منتشر کردن از حتما صاحب عکس رو میشناسید دیگه. بله، خانم گلشیفته فرانی. خانم گلشیفته فرانی هنرمند بسیار بسیار خوبی هست. خب گاهی هم لخت میشن دیگه، لختیشون حالت زیبایی رو داره، نه حالت سکس رو. همونطور که مجسمه ونوس لخته. یک آقاییست به نام ظلمی خلیلزاد با آیت الله خمینی در نوفل و شاتو ملاقات بود. ببینید اخیراً یه سری اطلاعاتی به دست اومده که این بی بی سی لندن فاش کرده. یعنی میدونید خب سنتایی که در غرب هست معمولاً طبقه بندیه دیگه، هر سنتی یه طبقه در یه طبقه قرار میگیره. بعضی اسناد رو میگن 10 سال بعد افشا کنید، بعضی رو میگن 20 سال بعد، بعضی میگن 30 سال بعد، بعضی میگن اصلا هیچ وقت اینا رو نکنید. حالا از اسنادی که رو شده یکی این چیزاییست که حالا من دفعه دیگه امیدوارم که فرصتی باشه اون مقالاتی که در این مورد نمیشه شده براتون بیارم. اون دستن این شکلیه که در زمانی که 15 خرداد 1342 اگر یادتون باشه، یعنی اگر سنتون اجازه بده یا مطالعه کرده باشید، آقای خمینی حرفای بسیار تندی بر علیه پادشاه ایران زد، به حرفای بسیار تند که اینجوری شده که اسرائیل با قرآن مخالفه، اسرائیل با علما مخالفه، اسرائیل با نماز مخالفه. آقای محمد رضا اگر به مردم بگم تا هم اسرائیلی هستی هم مملکت بیرونت میکنن ها، این شکلی هستن. بعد آقای خمینی رو دستور کرد زندانی کرد، آقای پاکروان یعنی رئیس ساواک، آقای پاکروان زندانی کرد. بعد مردم اعتراض کردن و اومدن از برامین را افتادن. اون وقت اون طیب جزایی و دو نفر از اون جاهلای مشهور میدون که خیلی مشهور بر اینا را افتادن و مردم رو تحریک کردن بر علیه شاه و به نفع آقای خمینی. البته خب من نمیدونم، شما حتما اشتباه کرده بود دیگه. آخه طیب رو چرا باید ناراضیش کنه؟ طیب به طور انحصاری جواز ورود موز رو گرفته بود. قبل از طیب کسی نمیدونست موز چیه. نه که نمیدونست موز چیه، موز در ایران نبود. طیب رفت این برمار اجازه گرفت که موز وارد کنه. گفت آقا طیب شما حق داری موز وارد کنه. طیب موز وارد میکرد، پخش میکرد، میوه فروش بود دیگه، میدون میبود میفروخت. یه دفعه باش بک شدن، این وقتی پارتی های موزش میرسی ترخیص نمی کردن، یعنی طول می دادن، این روز فردا می کردن وقتی ترخیص می کردن که موزا خراب شده بود. و این طیب بسیار از این بابت ناراحت شده، یعنی اون همه مثلا فرض کنیم که حتی قبل شاه وقتی پسر شاه به دنیا می آمد توی همون بیمارستان مادر در مولوی، خب اونجا محله طیب اینا بود، طیب اونا گفتن آقا ما امنیت بیمارستان رو ما به عهده میگیریم. یعنی یه سری از اون به اصطلاح افراد خودش رو که میدوندار بود، کار کرده نداشت، اینا رو گذاشت همه جا که مواظب این بیمارستان باشن که مثلا کسی به نوزاد پادشاه چشم زخمی نداشته باشه. در این حد شاه مثلا بهش هفته کادو داده بود، اینجوری بودن. حالا چرا آقا یا اگه میخوای این موز وارد نکنه بگید آقا از این بعد آقای طیب میخوای موز رو بدیم مثلا بعد در دست مثلا 5 تا شرکت بدیم، شما تنهایی نمیتونی وارد کنی.
نه اینکه موضوعش بیاید خراب کنیمش بدیم. برحال جمعیت را افتادن و اومدن از خیابون بزرگ مهری رفتن به جلوی سبز میدون، از اونجا بیزار رد شدن رسیدن به کاخ گورستان که اون طرفش میدون ارک بود و دفتر مرکزی رادیو بود. میدونید رادیو تأسیسات فرمیش توی جاده قدیم کرج بود، ببخشید جاده قدیم شمران بود، بعد از چهار قصر رادیو سمت راست رادیو بیسیم جسکا بیسیم، ولی تشکیلات اداری و هنریش اینجا اونا میگم اونجا تشکیلات فنیش بود، اما از تو میدون ارک اونجا یه اداره رادیو بود. و من خودم یادم مثلا اونجا رفته بودم این آقای مستجاب و دره برنامه داشت، هرکی میتونست هرکی علاقمند بود میتونست به امام رفته بودیم ببینیم چجوریه. یادم که آقای یدالله صحابی توی دانشمندان با مردم حرف میزنن مصاحبه داشت، مردم سوال میکردن، منم اتفاقا دانشجوی آقای صحابی بودم و رفتم اینم اونجا چه خبر. اینه منم دو سه بار اونجا رفت بودم. اونجا چیز بود، اتاقهایی بود که مثلا اتاقهای فرمان و اتاق اجرا و اینا و قسمت حسابداری و مالی و فلان اینا و قسمتهای هنری و اینا بود. همه اینا برنامه که درست میشد برنامه از اونجا با ارسال با بیسیم میرفت به محل قصر، از اونجا میرفت و آنتنای بزرگ میرفت از سال سال مثلا ملی مملکت پخش میشد. مردم اومدن توی اداره رادیو، حتی توی رادیو بلد نبودن درست که، بلد بودن مثلا میرفتن پشت میکروفون میشستن یه حرفای میزدن موثر بود ولی بلد نبودن. آقای علم نخود سالی بود، آقای علم گفت بزنیم و بگید با بلنگو بگید برن از رادیو بیرون، هرکی نرفت گله بزنیم. زدن 30-40 نفر اونجا کشته شدن. بعد که کشته شدن آقای خمینی در واقع محکوم به اعدام شد، یعنی اقدام برای امنیت کشور، اقدام برای براندازی رژیم پادشاهی و زندانی. ببینید زردشت بزرگ یه تعلیماتی داره، زردشت هیچ وقت نگفت من خوب پیغمبرم، گفت من معلم، مثل مثلا سقراط افلاطون ارسطو که اینا اتفاقا از افکار زردشت استفاده کردن، یعنی بسیار چیزایی که مثلا افلاطون نوشته سقراط میگه این از تأثیر زردشت نوشته. خب یکی از دستورات زردشت این بود که باید با بدی‌ها بجنگی، جنگ یک دستوره، این عیسی نیست که این ورسه زدن اون ورسه بگی بزنن، آه اونی که اومده این ورسه صورت رو بی خودی چک میزنه این از نیروهای اهریمنیه، تو باید باش بجنگی نه که این ورسه بگیری بگی بزن، اونی که اومده بی خودی به تو میگی پیرنته بده من این نیروی اهریمنیه تو نباید پیرنته بدی، عیسی میگه پیرنت رو دادی کتم بده. برحال اون موقع تعارف که نداریم، آقای محمد رضا شاه باید این دستور زردشت را اجرا میکرد و با نیروهای اهریمنی میجنگید و دستور میداد آقای خمینی رو میکشتن، جنگیدن با نیروهای اهریمنی یعنی کشتن آقای خمینی. آقای محمد رضا شاه نیست، ببینید من یادم گفتم ما همه ملت ایران نیست که معتاد بودیم، در اثر اسلام مثل آدمی شیره‌ای بودیم، تریاکی ها باید یه حال هوایی دارن ولی شیره‌ای ها اونه که سوخته تریاک رو میکشن اونا دیگه بیحال بیحال بودن، یا هر مواد مخدری که ما ملت ایران میزنیم که در مقابل اسلام مثل گنجش که در مقابل مار مسخور میشه میمونه تا به کلش بکنه، ما مثل شیرگی ها مملکتون رو همینطور دستی دادیم به بدون جنگ دادیم به مخالفون، دادیم به دشمنون. ببینید خب مملکت شیرگی ها خوشحالشون هم شیرگی دیگه، مملکت موادی ها خوشحالش هم مملکتی که فکری عقب مونده شدن شاهشون هم فکری عقب مونده است دیگه، اومدن آقا آقای خمینی شما برید به ترکیه، آقا این اینجا تو زندان در اختیار شماست، شما میفتید ترکیه، از اونجا برو عراق، از عراق همه کاری میخواد برادر شما بکنه، از اونجا برو فرانسه، آقا این خالش بکن دیگه، ما رو باید کلش زد دیگه،
نمیشه از اون اتاق ببره اون اتاق که. البته من مخالف کشتن محرمانی را فکر نکنید، برای که مار با آدم دشمنی که نداره که. ماری فکر نمیاد آدم بزنه، مگه که آدم پاشه بده رو مار یا یک حالت بکنه و مار بترسه یا یک حالتی بشه. تنها اون مار بواست که گاهی وقتا آدم ها رو بچه ها رو من دور بدنشون میپیچه و خفشون میکنه. ولی مار این کار نمیکنه. مار غذای مار چیه؟ غذای مار موشه. موش دوست ماست یا دشمن ماست؟ دشمن ماست. مار مولک چی میخوره؟ پشه میخوره. پشه دوست ماست یا دشمن ماست؟ پشه دشمن ماست. پس مار مولکی که پشه رو میخوره دوست ماست. مار هم دشمن های مار میخوره پس دوست ماست. ما نباید بکشمش. ولی مثال دادم. ولی ماری که اومده مار بزنه مثل آقای خمینی که اومده که رژیم اسلامی رو سر کار بیاره، مردم رو بدبخت و بیچاره کنه، اینو باید زد. آقای محمد رضا شاه دستور زردوش رو انجام نداد. زردوش میگه آبادسازی این قسمت آقای محمد رضا شاه انجام داد. میگه دهشمندی واقعا دهشمند بود، یعنی بخشش میکرد. برای که مثلا حتی میگفتش که پیشنهاد میکرد به مردم دنیا که باید مثلا درآمد یک روز نفتمون رو در سال بذاریم برای کمک به کشورهای فقیر. همه اینا رو داشت، ولی جنگ و اهریمن رو بلد نبود. نه اینکه اون بلد نبود، ما هم بلد، من هم بلد نبودم، ما هم بلد نبودیم. ولی ازها کشورمون به این روز افتاد. حالا باید دفعه دیگه حواسون باشه که این اتفاق برامون نیفته. خب، حالا داشتم از آقای خمینی میگفتم و از اسنادی که به دست اومده اینا رو میذارم برای دفعه دیگه، بعد مفصل تر براتون صحبت میکنم. از آقای پارسا سوربی در اتاق فرمان سپاسگزارم که برنامه رو کارگردانی فنی کردن. از شما خانم ها آقایونی که من رو منازلتون راه دادید و توجه کردید بسیار سپاسگزارم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو دارم.